من کودک تن با مادر منی، تو مادر منی. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، هر جای که هستید خوشحالم در خدمتتون هستم. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من میذاره همراه با مهمانان عزیزمون در خدمت شما خواهیم بود. سپاس دارم از جناب مهندس فرزاد که منو یاری میدن در پخش این برنامه، ازشون سپاسگزارم. قبل از اینکه به سالن برم و به مهمان امروزمون به پیوندم، چند تا مطلبی رو خدمتون که جدا کردم خیلی سریع خدمتون میگم تا به خدمت مهمان عزیزمون برسیم. یک فیلم مستند بی بی سی بود در چند روز گذشته که در اونجا تاریخ ایران رو نسبت به تاریخ روسیه تحریف کرده بودند و مطالبی که در این تاریخ ایران به نفع روسیه منتقل کردن باعث واقعا میشه گفت یک خیانت تاریخیه. و اینو من به این صورت خیلی سریع خدمتتون میگم که به یاد داشته باشیم که جمهوری اسلامی واقعا دشمن اصلیه مملکت ما هست، حتی به تاریخ ما که خودشون هم اذعان میکنن که ایرانی هستن، شناسنامه ایرانی دارن، به اونم اکتفا نمیکنن. اگرچه میخوام بگم که اگر کسی شناسنامه ایرانی داره لزوما ایرانی ممکنه نباشه، یعنی کسی که میاد میگه که سوریه رو ما ترجیح میده که سوریه نجات پیدا بکنه، اگر ما خوزستان رو بدیم مشکلی نداره. این آقای طائب که حالا اسمشو به خاطرم اومد خدمتتون میگم، این نمیتونه یک ایرانی باشه اگرچه یک شناسنامه ایرانی داره. حالا از این که بگذاریم، یک اعتراضی بود در سراوان گیلان راجع به 31 سال تجمع زباله که میشه به گفته خبرنگاری که اینو خبر گذاشته بود حدود 100 متر ارتفاع داره، مثل یک کوه تقریبا، و مردم اعتراض کردن که ما داریم اینجا زندگی میکنیم، تعفن این زباله ها. و بعدم نکته بسیار مهمی که مطرح میکنن این که شیرابه این زباله ها وارد مسیر آب میشه و به آبهای زیرزمینی متصل میشه و این برای آیندگان هم مسئله است، برای کشاورزی مسئله است، برای محیط زیست، برای عرشبت که سلامتی کودکان و بزرگسالان مسئله خواهد بود. اعتراض کردم و مامورین با پخش گاز اشکاور اینا رو متفرق کردن. خب این مطالبی که خدمتتون میگم در یک قسمتی در سخنان امروز با مهمان عزیزمون مطرح خواهیم کرد و علتی که اینا رو مطرح میکنم برای دلیل اون صحبتهایی است که بعدا خواهم کرد. و البته اینا میخوام اضافه بکنم که در مقابل هر ظلمی سکوت هم مسئولیت داره. این نکته رو یادمون باشه، اگر ما یک ظلمی رو میبینیم، یک جنایتی رو میبینیم و سکوت بکنیم ما مسئولیت داریم. نکته دیگه که میخواستم مطرح بکنم این که اگر هموطنان به خاطر داشته باشن، اخیراً خانواده قالیباف رفته بودن به ترکیه برای خرید سیسمونی. من حالا وارد اون نمیشم چون خیلی راجبش صحبت شده. چیزی که میخواستم راجب این موضوع اضافه بکنم این که اون کسی که این افشاگری رو کرده تحت تعقیب قرار گرفته. شما فکرشو بکنید، یک کسی میاد یک گزارش رو میده و بعد این چیکار، این معنی یعنی چی؟ یعنی این که شما نمیتونین هیچ چی رو بگی، هر چیزی که مخالف جمهوری اسلامی باشه فرقی نمیکنه، قابل گفتن نیست.
نکته دیگه که قبل از اینکه برم به مهمانمون سلام بکنم، گزارش بود که روزانه 700 کانتینر هندوانه از ایران به عرشبت که ترکیه فرستاد صادر میشه. 700 کانتینر. طبق برآوردی که انجام شده هر کیلو هندوانه 300 لیتر آب مصرف میکنه. شما فکرشو بکنین با این 700 کانتینر در روز چقدر آب از کشور ما خارج میشه. یعنی در حقیقت ترکیه داره آب میخره در شکل هندوانه. و خب مردم چرا این کار میکنن؟ کسایی که کشت میکنن برای اینکه ارز خارجی بگیرن. چرا ارز خارجی میخوان؟ برای اینکه ارزشش بیشتره و هیچ کی هم اون تو اون کشور نیست که بخواد جلوی اینا رو بخواد بگیره. کشورهایی که الان وضع بدی دارن مثل عربستان، الان سالهاست که منع کشت گندم رو دارن، برای اینکه براشون خیلی از نظر هزینه کمتره که بخوان از خارج بخرن. یا کشور خود ما میتونه خیلی چیزها رو از خارج بیاریم که به صرف ما نیست و این چیزهایی رو خارج بکنیم، صادر بکنیم که به نفع ما هست. این مطالبی که میگم خیلی زود ازش داریم میگذریم. یعنی مطالبی که گفتم از این مطالب بسیار هر روز اتفاق میفته و بعدم ما میخوایم برگردیم به همین صحبتها با مهمان عزیزمون. اجازه بدین که بریم به عرشبت حضورتون که خدمت مهمان عزیزمون جناب محمد نیکبخت که اولین بار نیست که در خدمتشون هستم، چند بارم در این برنامه بودن. فقط یک برای کسانی که آشنایی با آقای نیکبخت ندارن، آقای نیکبخت سالها در زندان بودن. اون رقم درشتی که من به خاطرم هست 8 سال هست و بعدم چند تا 2 سال و خورده ای داشتن. حالا آقای نیکبخت میتونه منو اصلاح بکنن به صحبت هایی که دارن. آقای نیکبخت در حقیقت جان دوباره گرفتن پس از اینکه به ایشون فکر میکنم 7 یا 8 گلوله زده شد و بعد تصور میکردن که آقای نیکبخت فوت کردن و گذاشتن رفتن، ولی خوشبختانه آقای نیکبخت زنده موندن و الان کنشگر اجتماعی هستن و من و دیگر رسانه ها رو یاری میدن برای اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. درود دارم جناب نیکبخت، خوش آمدیم به این برنامه. درود بر شما جناب آقای افشینجان و بر مردم عزیز ایران. من از اصفهان در خدمت شما هستم. جناب نیکبخت، این مطالبی که من راجع به شما گفتم اصلاحیه داشت؟ اگر هست خواهش میکنم منو اصلاح بکنید. خواهش میکنم. نه، به اندازه کافی توضیح دادید و به هر حال دوستانم در جریان هستن، احتمالاً بینندگان عزیزم بتونن خیلی راحت این مطالب رو از اینترنت به دست بیارن در خصوص وضعیت بنده. کاملا. جناب نیکبخت، این روزها اعتراضات معلمین زیاد هست و میدونم که شما بسیار این مطالب رو در ایران دنبال میکنید و یادم هست که زمانی که کشاورزان اعتراضاتی رو داشتن شما 24 ساعت گزارشاتتون رو از تلویزیون‌های مختلف دریافت میکردید. الان شما اعتراضاتی که الان در ایران هست و به خصوص در مورد معلمین رو چی میبینید و در کنار اون چه اعتراضات دیگه ای هم هست؟ خب ببینید، باید برای اینکه ببینیم اعتراضات در چه نقطه ای هست بریم سراغ ذات و ماهیت رژیم ولایت فقیه. رژیم ولایت فقیه رژیمی هست که بر مبنای تکلیف بنا شده، یعنی قرار نیست حقی به کسی بده. وقتی ما بپذیریم که ولی داریم یعنی اینکه دیگه حقی نداریم. الان اینکه میبینید دارن مردم اعتراض میکنن و اعتراض تو صنف‌های مختلف، طیف‌های مختلف مردم هست، به خاطر اینه که میخوان دیگه ولی نداشته باشن، از این تکلیف خودشون رو خارج کنن، بیرون بیان و برن سراغ حقشون. خب این ولایت فقیه تنوره میکشه، هر کجا میبینه که کسی حقی رو مطالبه میکنه بلا درنگ عزم بر سرکوب دارن و تلاش میکنن چنین کاری رو انجام بدن. الان در رابطه با معلمای ما سال گذشته خب در جریان بودید که
اعتراضات بسیار گسترده‌ای داشتن، مرتب ادامه پیدا کرد تا پایان سال. خب طیف گسترده‌ای از خواسته ها داشتن که عمدتاً هم مربوط به فقط حقوقشون نبود. اون طرح رتبه‌بندی یکی از خواسته های معلمین عزیز ما هست، آموزش رایگان، رفع تبعیض آموزشی که الان جمهوری اسلامی در یه بدعت بسیار بسیار ویران کننده‌ای داره اصلا آموزش رو تو کشور ما نابود میکنه، و همچنین دفع شر معممین از آموزش و پرورش. میدونید اینها تعداد زیادی چند هزار آخوند رو برداشتن بردن در مدارس تا جایگزین معلم ها کنن، اونجا به هر حال بچه های ما رو، ذهن اینها رو شستشو بدن از همون ابتدا، و این مورد اعتراض معلمین بوده. هیچ کدام از خواسته هاشون هم برآورده نشد. در سال جدید هم اولین تجمعشون رو چند روز گذشته برگزار کردن، تجمع دیگه 11 اردیبهشت ماه است که شورای صنفی معلم ها تایید کرده که و تاکید کرده که در 11 اردیبهشت ماه باز تجمع با شکوهی را خواهند داشت، و خب الان شاهد هستیم که همین امروز تعدادی را در اهواز باز از معلمین ما را احضار کرده بودند، تعدادی از معلمین بازداشت شدند. همون روزی که قرار بر تجمع بود اینترنت بسیاری از این عزیزان مختل شده و به شکل‌های مختلف تحت فشار نهادهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی و در واقع تحت فشار ولایت فقیه هستند. در این مسئله در رابطه با بقیه اقشار هم هست. شما وقتی اعتراضات گسترده ای را میبینید، از کارگران، اعتراض کارگران پتروشیمی را دارید مشاهده میکنید، ببینید در صنعت نفت چه اتفاق وحشتناکی افتاده. صنعت نفت یا وزارت نفت رو بین آقازاده ها تقسیم کردن، یعنی هر کدومشون رو تونستن که یه پست مدیریتی بسیار مهمی دادن، هر کدوم هم نشده به اینها یه پیمانکاری دادن، یعنی یه بخشی از کار رو دادن بهشون، اونها برن یه سری کارگر رو بیارن استثمار کنن و حقوق بخشی از حقوق این کارگرها رو بردارن و بعد اونها رو از حق بیمه، حق استراحت کاری، همه اینها محروم کنن و با یه حقوق حداقلی وادار به یه کار بسیار بسیار سخت و حد اکثری بکنن. این باعث اعتراض شده و به هر حال ادامه داره. بذارید من یه اشاره هم بکنم، برم کمی عقبتر به 2 هفته قبل از سال جدید، سال 1401، که آقای رئیسی گفتند که بلادرنگ باید فقر مطلق ظرف همین 2 هفته ریشه کم بشه. به هر حال ایشون اومد ابروشو درست کنه، زد چشش هم کور کرد. ما گوشت و کیلویی 160 هزار تومان می‌خریدیم و بلافاصله بعد از اینکه ایشون چنین تصمیم می‌گرفت، گوشت کیلویی 210 هزار تومان شده، مرغ الان کیلویی 40 هزار تومان هم گیر نمیاد، ماهی که دیگه واقعا نمیتونیم تهیه کنیم. و من در ایرانم خیلی صادقانه با شما صحبت کنم، ما یه صبحانه مختصری میتونیم بخوریم در روز و یه وعده غذایی که اونم به هر حال یه وعده غذایی غنی نیست. دچار فقر غذایی شدیم. خودشون اعلام کردن که در تهران 80% اجاره نشین ها زیر خط فقر مطلق مسکن قرار دارن و باز اعلام میکنن که بیش از 50% تهرانی ها هم اجاره نشین هستن. این در اصفهان هم حاکم هست، اجاره ها سرسام‌آور شده و واقعا حکومت رو اگر در یک کلام من بگم دست پت و مت میدادن، همون دوتا کاراکتر کارتونی ما، خیلی بهتر از اینها میتونست اداره کنه. در ایران اینجا دارن حرفی رو میزنن خیلی جالبه، من توی این برنامه هم بگم، میگن تنها قشری که اگر 6 ماه اعتصاب میکردن و هیچ کاری نمیکردن وضع مردم بهتر میشد همین معممین. اگر اینها 6 ماه میرفتن نه حرف میزدن، نه منبر میرفتن، نه به هر حال توصیه میکردن، نه برنامه پیاده میکردن، واقعا و حقیقتا وضع مردم ایران بهتر میشد. این یه شرح کوتاهی از وضعیتی که ما درش به سر میبریم. بله خیلی ممنون. راجع به آموزش و پرورش گفتین، یه دونه عکس هست جناب فرزاد، اگه ممکنه خانم خزعلی در میان کودکان، بله اینو این عکس رو خواهش میکنم نگه دارین. خانم خزعلی معاون آقای ابراهیمی رئیسی هست و ایشون در میان دختران 9 ساله و ایشون در این برنامه‌ای که برای این دختران ایرانی ترتیب دادن، گفتن که اول که دختران باید از الان روزه بگیرن،
دوم مطلب خیلی خیلی ترسناک این که اگر ممکنه عکسام بذاریم، برای اینکه من دوست دارم که بینندگان عزیزمون این عکس رو بیشتر ببینن و فکر بکنم که من فکر کنم این دخترای من هستن یا نواهای من هستن یا هر کسی که اینو میبینه. گفتم این دختر خانوما باید از الان برای زندگی آماده بشن. یعنی چی؟ یعنی این که از الان این دخترای شما میبینید اینا باید الان توی میدان بازی باشن، اسباب بازی داشته باشن، بازی بکنن، ولی الان به اینها گفتن که شما برای زندگی آماده بشین. یعنی در حقیقت تلقینی در مغز این دختران میکنن که بخوان آماده بشن. و این جناب مهمان عزیزمون آقای نیکبخت اشاره کردن که مغزشویی که میکنن سر همین چیز هست و ما واقعا این پیامی هست برای تمام خانواده ها که کاری که جناب نیکبخت اشاره کردن، گفتن که دو مدارس حدود، من فکر میکنم حدود رقمش حدود 3000 تا آخوند رو به مدارس میفرستن برای شستشوی مغزی دانش آموزان و آماده کردن این دانش آموزان برای نگهداری انقلاب هست، که این وظیفه همه ما، تک تک ما هست که این دخترامون و پسرامون رو بهشون آگاهی بدیم که اینها در حقیقت خانم خزعلی و خانواده خزعلی دشمنان جمهوری، دشمنان ایران هستند. یعنی اگر این خانم خزعلی که خانوادهشون، حالا من برادرش یه مقدار آقای مهدی خزعلی یک مقدار چیزتر هستن، ولی در حقیقت از همون خانواده هستن و من نمیدونم، البته بارها شده آقای خزعلی، مهدی خزعلی از خواهرشون که ایشون هست شکایت کردن و گفتن که این همدیگر رو در حقیقت نمیبینن. من حالا وارد این موضوع نمیخوام بشم، ولی باید آقای خزعلی و خانواده خزعلی و حالا کلن مردم ایران راجع به این موضوع اعتراض داشته باشن. راجع به گوشت گفتین جناب نیکبخت، 10 سال پیش مصرف گوشت در ایران 13 کیلو برای هر نفر بود، الان رسیده به 6 کیلو طبق آماری است که دادن. البته من فکر میکنم این 6 کیلو هم به نظر من یک کمی زیاد هست. حالا بریم به یک موضوع دیگه. جناب نیکبخت، یک عکسی بود، عکس یک پلنگی بود که چند روز پیش خیلی خیلی صدا کرد. این پلنگ وارد شهر شده بود و فکر کنم اردبیل بود یا جای دیگه و اینو متاسفانه با 2 گلوله جنگی کشتنش و بعدم سر صدای مردم در اومد، بسیار سر صدا کرد چه در خارج و چه در داخل. البته روز بعدش یا همون روز یه خرسی رو با تراکتور کشتن و بسیار بسیار غم انگیز بود یه همچین چیزی، چون ما اگر من اشتباه نکنم شاید 1-2 جین از این پلنگ در ایران باقی مونده. حدود 95% وحش ایران در این زمان انقلاب از بین رفته. 95%، این آمار من نیست، آمار زیست شناسایی است که اینو اعلام کردن. حالا اینو من بخوام به این صورت بگم، البته سگ کشی، گربه کشی و حیوانا رو کشتن، این عدم فرهنگ ما رو میرسونه. من نمیدونم کسانی که به ترکیه رفتن حتما دیدن یا در یونان، کشورهای نزدیک خودمون چقدر به سگ ها میرسن. من یادم نمیره یک زمانی رفته بودم ترکیه، این الان اخیرا نیست، خیلی قبل، یک دستگاه هایی بود که شما میرفت چیز میذاشتین، این بطری هایی که قابل مصرف هست یا پلاستیک هست مینداختین اونجا، یه مقدار غذای سگ میومد بیرون یا آب میومد و به اینا میرسیدن. ولی ما توی فرهنگ ما میگن سگ کثیف نجس و اینا رو به واقعا باعث تأسفه و این نشون میده. میگن اگر میخواین که فرهنگ یک کشور رو ببینین، نگاه کنین ببینین که چجوری با حیواناتشون رفتار میکنن. حالا من وارد این موضوع به این صورت میخوام بشم که اون پلنگی که کشتن
و اون خرسی که کشتن چه مردم رو ناراحت کرد، محیط زیستیا رو ناراحت کرد. میخوام اینو بگم، در سال گذشته امروز اعلام شد 333 نفر ما اعدامی داشتیم. از این 333 حدود من فکر میکنم 17 تاشون خانوم بودن اعدام کردن و 2 تاشون هم زیر 18 بودن، که اینا دو تا کودک که بهشون میگم چون زیر 18 سال جرم رو جرم کردن ولی نگرشون میدارن به 18 میرسن و بعد اینا رو اعدام میکنن. من میخوام بگم که این پلنگ ها یا اون خرس واقعا دلخراشه. از طرف دیگه ما میبینیم که 333 تا این آماری است که دادن بیرون اعدامی داشتیم، یک سومش زمان آقای روحانی بوده، اگه ما تاریخ چیز خارجی رو بگیریم نه تاریخ ایرانی رو، دو سومش زمان آقای رئیسی بوده. ولی ما میبینیم که این موضوع در مقابل مردم زیاد انعکاس نداشته. من چند لحظه پیش خدمتتون گفتم در مقابل سکوت هم ما مسئولیت داریم. حالا برای یک در مورد این موضوع بزرگ که بعداً بهش از شما سوال خواهم کرد، نظر شما راجع به این چند مطلبی که گفتم چی هست جناب نیکبخت؟ بله، ببینید کار رو دست افرادی دادیم که در واقع مال این کار نیستن. این آخوندها مال حکومتداری نیستن، اینها مال کشورداری نیستن، کشورخوار هستن. حالا یه عده آدمی که مسئولیت بهشون سپرده شده، اینها برای جون آدم‌ها هیچ گونه ارزش قائل نیست. ما می‌خوایم از اینا انتظار داشته باشیم که برای محیط زیست در واقع طرح و برنامه‌ای داشته باشن. خب صد البته که اینها اصلا در فکرشون، در مخیلشون چنین چیزی نمی‌گنجه که برای محیط زیست بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن که چنین اتفاقاتی نیفته. در ایران که شما میفرمایید چرا خوب واکنشی به اون صورت نشده نسبت به این اعدام ها، من میخوام اینو بگم که فقط ریال بی ارزش نشده، جون آدم ها هم بی ارزش شده. شما ببینید چقدر آدم رو همین عرابه های مرگی که رژیم جمهوری اسلامی میسازه و به عنوان اتومبیل به مردم میفروشه داره تو خیابون ها میکشه. تو ایام عید شما برید ببینید چند صد نفر آدم فقط کشته شدن به خاطر اینکه رفتن برن یه تفریحی داشته باشن و چه مصیبت و فاجعه‌ای برای اینها درست شده. جالب اینجاست که 21 درصد این اعدام شدگان بلوچن، 6 درصد جمعیت کشور ما بلوچی، یعنی جمعیت 6 درصد 21 درصد جزء آمار اعدام هاست و این یه فاجعه است. اینها دارن به صورت سیستماتیک این کار رو انجام میدن. چرا؟ چون دچار بحران سلطه شدن. اگر از من بپرسید چرا جمهوری اسلامی اعدام میکنه و نیاز به اعدام داره، چون جمهوری اسلامی دچار بحران سلطه است و نتونسته تثبیت بشه. اگر تثبیت شده بود که دیگه دادگاه انقلاب نداشت. هر کجای دنیا انقلاب میشه به هر حال یه ماه، دو ماه، سه ماه میگیرن، میبندن، میکشن، یه کاری میخوان انجام بدن دیگه. الان 43 ساله که دادگاه انقلاب داره میکشه، بازم میگن انقلاب. این چه انقلابی است که تش در نمیاد؟ واقعیت اینه که اینها فقط بر عرابه مرگ سوارند و با خون مردم و این آشامیدن خون دارن ارتزاق میکنن، ادامه حیات میدن. اما در رابطه با فرهنگ مردم، ببینید من در همین اصفهان که اصلا چند مرکز نگهداری از سگهای به اصطلاح بلگرد یا خیابونی است که صاحب ندارن یا حالا به هر صورتی و میرن مردم از اینها به هر حال به اینها رسیدگی میکنن، خیریه هایی هست که این کار انجام میدن. همین اطراف محلی که من زندگی میکنم حقیقتا واقعا میبینم که گربه ها هستن و چقدر مردم نسبت به اینها لطف دارن و مهربانن. مشکل از مردم نیست، به هر حال مشکل از حاکمیتی است که الان باید پاسخگو باشه در خیلی از موارد و مسائل و متاسفانه نیست. بله، تصویر شما مثل که فریز شد، ولی امیدوارم که صدای منو داشته باشین. اگر صدای منو دارین خواهش می‌کنم بفرمایید که مطالبی که میگم شما هم بشنوین. جناب یک وقت صدای منو دارین؟ جناب نیکبخت صدای منو دارین؟ خب من فکر میکنم که
جناب مهندس فرزاد این کانکشن رو این رو وصف میکنن، ولی تا ایشون برگردن من راجع به دو موضوعی که آقای نیکبخت گفتن راجع بهش صحبت بکنم. یکی موضوع محیط زیست بود، خوشحالم برگشتین جناب نیکبخت، برای چند لحظه تشریف نداشتین. راجع به محیط زیست صحبت کردیم. در خارج از کشور بعضی از کشورها از جمله آمریکا برای عبور حیوانات وحشی پل زدن، یا اینکه راههایی رو باز کردن که این حیوانات، چون ما دخالت در محیط زیست اونا کردیم، ما نفوذ کردیم در محیط زیست اونا، ولی به خاطر اینکه اونا هم راحت تر باشن براشون یه پلهای هوایی زدن یا پلهای زیر زمینی زدن و راههای مختلفی رو گذاشتن که بتونن از یک قسمت به یک قسمت دیگه که همیشه رفت آمد داشتن رفت آمد بکنن. میخوام بگم که طرز فکر چجوری هست. یکی دیگه راجب اتومبیل اشاره کردین، راجب ماشین اشاره کردین. فکر میکنم که رئیس پلیس راهبری یا مال هست که گفته بود که اگر تمام ماشین هایی که اتومبیل هایی که الان در ایران هست جمع کنن و به جاش ماشین های کم مصرف خارجی بیارن، سودی که میبریم یا این که استفادهی که میکنیم، علاوه بر این که محیط زیست و سالم نگه میداریم، اون هزینه کمتری که این سوخت اینا میبرن، تمام کارمندا، کارگران، رؤسای سازمان‌های اتومبیل سازی ایران میتونن خونه بشینن و از این سودی که بابت کم مصرف شدن بنزین خواهد بود میتونن حقوقشون رو تا آخر عمر بگیرن. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که این آلودگی که همه دارن راجبش سرصداشون در اومده، تمام مرضهای ریه‌ای و قلبی که الان وجود داره مقدار زیادش به خاطر همین هست. ولی کی گوش کجاست؟ گوش شنوا. من مطمئنم شما مطالبی راجع به موضوع دارین، اگر خواستی راجع بهش صحبت بفرمایید. بله ببینید، در خصوص همین مسئله مربوط به در واقع اتومبیل، شما اگر که دقت کنید مافیایی وجود داره که اون مافیا سود و استفادهش در این هست که این صنایع فلج شده باشند و اصلا همین اتومبیل های بدون کیفیت تحویل مردم بشه با هزینه های واقعا گزاف. حالا این که یه طرف قضیه است، تازه یکم اون طرف سر شما برید ببینید که مردم رو کشتن، 1500 نفر را حداقل مطابق گزارشات و گزارشات رسمی، گزارشات غیر رسمی هم آمار بیشتری از این هست، کشتن به خاطر اینکه بنزین، مردم اعتراض کردن چرا بنزین شده لیتری 3000 تومان، بعد خودشون بردن همین بنزین رو به لیتری 500 تومان فروختن. یعنی مردم ما رو کشتن و ثروت مردم ما رو هم غارت کردن و به یه قیمت ناچیزی، به بهانه غارت، به بهای غارت ثروت ملی ما جیبای خودشون شنو پر کردن، اونم شما ببینید با قیمت لیتر 500 تومان و مردم رو هم اونجوری کشتن. اینجا هم همینه، این داستان اتومبیل‌های داخلی واقعا به همین صورت، کمپانی‌های بدون کیفیت، یک کیسه هوا یکی از این ماشین‌ها باز نشده تو هیچ مرحله، دائما دارن تو تمام ماتریالش دزدی میکنن و اینا به مردم. یه پراید 200 میلیون، من فکر نمی‌کنم اونجا شما تو کانادا هستید الان کسی حاضر باشه داخل این پراید بشینه 100 متر با این پراید حرکت کنه، چون اینقدر این ضعیف هست که حقیقتا اینجا با فرغون مقایسهش میکنن. فرغون یعنی همین وسیله‌ای که با شنوماسه میبرن، میگن این پراید از این فرغون هم ضعیف‌تره. خب ما با اینها سر و کار داریم، یعنی با مافیایی که در تلاش هست دائما از ملت غارت و چپاول کنه. به موضوع هندوانه و آب اشاره کردید، حالا این هندوانه که یه بخشی از غارت منابع ماست، اون مافیایی که الان میره قرارداد میبنده با ترکیه که بهش هندوانه بده، اون که اون کشاورز در به در که نیست، از اون کشاورز که به یه قیمت خیلی پایینی هندوانه رو میخرن و میبرن، اونها یه مافیایی هستن که میتونن اون در ترکیه فعالیت کنن و این مافیا هم که به رأس همین رژیم و
در واقع دستش به گردن ولی فقیه هستش. در رابطه با فولاد هم همینه، ببینید آب کشور ما رو صرف ساخت فولاد میکنن و فولاد رو تقریبا به نصف قیمت میبرن میدن تحویل ترکیه و الان ترکیه با فولاد ایران در حلب و دیگر شهرهای سوریه داره ساخت و ساز میکنه. این هم یه فاجعه است که در اثر همین حاکمیت ولایت فقیه برای ما اتفاق افتاده، یعنی غارت تمام منابع ملی از محیط زیست گرفته تا بقیه مواردی که شما یک به یک بهش اشاره کردید. بله، راجع به ماشینا و تصادفات گفتین، آماری که من هر سال این موضوع رو دنبال میکنم، اخیراً آمار معدلش اومده بین حدود 22 هزار نفر در سال دوی تصادفات رانندگی جانشون از دست میدن، حدود 200 تا 300 هزار نفر معلول داریم و یا اینکه مجروح داریم. این واقعا باز هم یک جنایت دیگه علیه مردمه، ولی من تعجب میکنم که مردم باز هم میرن و بیانه میدن و این حلبی ها رو، حالا خیلی ها میگن حلبی، میخرن و باز هم ازش با این رقم های بزرگ استفاده میکنن و ظاهرا شورای نگهبان مخالفت کرده برای ورود، مجلس مثل که موافقت کرده بود ولی شورای نگهبان مخالفت کرده. همونطور که شما به درستی اشاره کردین، این یک مافیایی هست و این مافیا فقط و فقط فکر جیب خودشون هست، برای مردم اصلا ارزشی ندارن. راجع به این که گفتین که در کانادا اگر همچین ماشینی رو بخوان استفاده کنن، اصلا اجازه تو رفتن تو خیابون بهش نمیدن، چون باید یک مراحلی رو سازمان‌های مختلفی باید ازش بگذرن، از بنزین گرفته، از سرعت گرفته، از ایمنی گرفته، از تصادف هم میکنن، میزنن به کوها یا جاهای مخصوصی که آزمایش میکنن و باید از اون آزمایش‌ها بگذرن که بتونن بگیرن. و بعدم روزنامه هست، مجلاتی هست که اینا رو رتبه بندی میکنه، میگه این ماشین اینقدر مصرف داره، اینقدر کمتر داره یا بیشتر داره، این در تصادف ها این عرشبت که این خسارات رو خواهد گرفت. همه اینا اومخ مصرف کننده هست که تصمیم میگه که کدوم اتومبیل رو بخواد بخره. در هر صورت این چیزهایی هست که مطمئنم هموطنان ما میدونن ولی یاداوریش خوب است. جناب نیکبخت، جمهوری اسلامی قبول کرده خانوم النا دوهان، یک نماینده سازمان ملل هست، برای قراری که بیاد در ایران و اثرات تحریم رو در جمهوری اسلامی ملاحظه بکنه، گزارش بده. من میخوام برای بینندگان عرض بکنم، ما الان کسی که مسئول، البته اینو اضافه بکنم، خانم النا دوهان شهروند بلاروسه، هم پیمان روسیه است و آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس خب روابط خیلی خیلی نزدیک داره، به نظر من در حقیقت دست نشانده پوتین هست و پوتین میخواست که آقای زولنسکی هم مثل این آقای لوکاشنکو بشه که ایشون قبول نکردن. مسئله من این هست جناب نیکبخت که آقای جاوید رحمان الان 3 سال هست که در سازمان ملل در قسمت حقوق بشر کار میکنه، قبل از ایشون خانم عاصمه جهانگیر بود، 2 سال ایشون بود و قبل از اون احمد شهید بود. اینا نماینده های ویژه سازمان ملل در حقوق بشر بودن. به هیچ کدوم از اینها جمهوری اسلامی اجازه ورود به ایران نداد که بیاد بره زندان ها رو ببینه، با مقامات صحبت بکنه. یعنی 1-4 سال، 2 سال، 3 سال، یعنی حدود 9 ساله که به هیچ نماینده سازمان ملل در حقوق بشر اجازه ورود ندادن، ولی الان خانم النا دوهان رو بهش اجازه دادن که بیاد در مورد مکافات های تحریم راجبش صحبت بکنه. نظر شما راجب این موضوعی که الان خدمتتون عرض کردم چی هست؟ خیلی جالبه. آیه خامنه‌ای تا قبل از اینکه رئیسی رو کار بیاره، تمام ناکارآمدی خودش رو مخفی میکرد و میرفت پشت این رؤسای جمهور قایم میشد و
و همه چی رو گردن اونها مینداخت. اطرافیانش هم همین کارو میکردن و میگفتن که خب رهبر که گناهی نداره، یعنی ولی فقیه که دوست داره همه کارها رو به درستی انجام بده، اما اونایی که انجام ندادن همین دولت بوده و رئیس جمهور اینا. اما رئیسی خود خامنه ایست. اینجا دیگه این ناکارآمدی رو نمیشه گردن رئیسی بندازه. خودش هم کودتا کرد با کمک روس‌ها و بقیه هم کنار زدن اصلا توی سناریوی بزرگ منطقه‌ای و داخلی این کار انجام شد. الان دیگه به هر حال رئیسی براش حکم در مسجد رو داره، برای خود ولی فقیه و خامنه‌ای کارش نمیتونه بود. حالا این ناکارآمدیشو میخواد یه جوری مخفی کنه، یعنی بره الان پشت چی مخفی بشه؟ پشت همین گزارش احتمالی که این خانم گزارشگر میخواد براش تنظیم کنه و بیاد بگه که ببینید این تحریم ها اینقدر رو مردم ایران اینجا روی اقتصاد رو فلانجا اثر گذاشته. البته ما قبول داریم تحریم تأثیر گذاشته و این مسئله نیست که بتونیم انکارش کنیم، اما چه کسی عامل و باعث تحریم؟ خب 14 هست، ما ولایت فقیه داریم، 14 هم هست ما داریم تحریم میشیم هر روز بیشتر از دیروز. این علت تحریم شدن ما چیه؟ خود ولی فقیه. این راه رو داره باز میکنه، این گزارشگر به دعوت خود ولی فقیه هم داره میاد ایران، داره راه رو باز میکنه برای اینکه اینها پول آزاد کنن، افکار عمومی تحریک بشن و برن دنبال آزاد کردن پول و پولا رو بدن دست همین آدمکشا. اینا بیان شکنجگاه های بیشتری درست کنن، زندان های بیشتری درست کنن، آمار اعدام ها رو بالا ببرن. حالا تو سوریه 500 هزار تا کشتن، این 500 هزار تا رو ارتقا بدن دو برابرش کنن، تو یمن بتونن تجهیزات بیشتری به حوثی ها برسونن. حزب الله حسن نصرالله واقعا مشکل داره، الان مشکل برق داره، با این پولا حل کنن. هشت شعبی گرفتاره تو عراق، اونا مشکلاتش رو حل کنن. اینا برای اینه که برن این پول آزاد کنن و بردارن بیارن. آیه پوتین هم اتفاقا پول میخواد، الان بعدش نمیاد که تحریمو برداشته بشه، البته به یه روایت دیگه ای، مثلا بخشی از این پولها آزاد بشه، اون برای ایران برنامه ها خواب ها دیده در واقع و منتفع بشه، همون کما این که قبلا هم منتفع شده، یعنی در برجامی که آقای اوباما امضا کرد با رژیم ولایت فقیه اینا پولا رو بردن دادن به روسا بمباران کردن و ببینید چه فاجعه‌ای درست کردن در سوریه. اصل بر اینه که در این دقیقه 90 ولی فقیه رو از یه مهلکه نجات بدن و حداقل کاری که میکنه این گزارشگر برای اینها اینه که در اون مسئله مقصر نمایی تقصیرها رو به گردن آمریکا بندازه، یعنی در تصور مردم اینجور درست کنن که ببینید تقصیر ولی فقیه نیست که این وضع ماست، این تقصیر آمریکاست، تقصیر غربه که این مشکل ما داریم، ولی ولی فقیه که نمرش 20 و نائب امام زمان هم هست و برگزیده خداوند. بله، خواستم جناب نیکبخت وارد یک موضوع دیگه بشم و اون اینه که هفته گذشته جناب نیکبخت من یک سوالی رو از در این برنامه از هموطنانمون کردم و اون اینه که چقدر و چگونه حاضر هستند برای سرنگونی و یا تغییر نظام، حالا بعضیا دوست ندارن واژه سرنگونی رو مصرف بکنم، ولی سوال اینجاست که چقدر حاضر هستن کمک بکنن برای سرنگونی و یا تغییر جمهوری اسلامی. این کمک لزوماً پولی نیست، میتونه کمک غذایی باشه، یعنی در داخل ایران کسانی که دستشون میرسه به مردم کمک بکنن یا گوشت بدن، نمیدونم تخم مرغ بدن یا هر چیز دیگه، حالا علتش هم عرض میکنن، و یا اینکه اگر کسی که نویسنده هست میتونه خوب بنویسه، به من کمک بکنه، به امثال شما کمک بکنه، به دیگران کمک بکنه، و یا موزیسین موزیک میزنه یا هنرپیشه هست میتونه صدای خوبی داشت، یعنی صداش برسه، یک فوتبالیست، یک والیبالیست میتونه جمعیت هایی رو دور خودش جمع بکنه یا بهش گوش بدن. آمار نشون داده که هنرمندها، عرض شود کسانی که سلبریتی هستن،
خیلی بیشتر صداشون قوی تر هست تا یک پولیتیشن یا یک سیاستمدار. این واقعیته، آمارهای به خصوص زیادی رو دادن. یا اینکه کمک مالی بکنن. این کمک مالی هم از داخل هم از خارجه، یعنی فرق نمی کنه. و صحبت من از این بود که بسیاری که نمیان تو خیابون ها و به اصطلاح دست به اعتراض و اعتصاب نمیزنن، این میتونه شرکت نفت باشه، ترابری باشه، کامیوندارا باشن، دکترا باشن، نرس باشن، هر حرفه‌ای، معلمان که الان هستن و کسانی که حتی کسانی که الان در زندان ها هستن، به خانواده هاشون کمک بشه. این صحبت بود که من کردم. خوشبختانه چند نفر با من تماس گرفتن و گفتن که ما حاضریم که هر کمکی که بتونیم بکنیم. یک دو نفر گفتن ما حاضریم که یک سوم یا یک چهارم حقوقمون رو بذاریم کنار برای یه همچین برنامه ای. ما حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم. من میخوام که شما که در زندان بودین، سالها در زندان بودین، الان دستتون باز برای آشنایی و مشکلاتی که مردم دارن در مورد اعتصاب، چون من معتقدم، نه من، شما هم همینطور، به همه معتقد هستیم که تا مردم نیان تو خیابون و نشینن و نرن به منزلشون و نگرانی خانوادهشون رو نداشته باشن که پس فردا صابخونه بیرونشون نکنه، یا اینکه قوت داشته باشن، نون داشته باشن بخورن، بچهشون شیرخوش داشته باشه یا هر چیز دیگه، احتیاج به کمک همگان هست. شما چی میگین راجع به این صحبتی که من دارم میکنم و پیشنهادتون چیه؟ چه کار باید کرد؟ شما داخل هستین، ما از شما یاد میگیریم. جناب نیکبخت بفرمایید. خواهش میکنم جناب آقای افشین جان. من اگر بخوام یه راهکار بدم و اون اینه، بیاین، خب اونایی که میان تو خیابون که همشون دستگیر نمیشن، اگه کسی دستگیر نشه مشکلی براش پیش نمیاد، میتونه به هر حال یه جور زندگی خودش رو مدیریت کنه و پیش ببره. اون ترسی که وجود داره از اینه که دستگیر بشن و وقتی دستگیر میشن اینها از زندگی ساقط میشن. خب به هر حال که فرزند دارن، همسر دارن، اجاره منزل دارن، همه اینا، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما بیایم یه ستادی تشکیل بدیم، اون ستاد هم در خارج از کشور باشه، اون ستاد اعلام کنه که هر کس در ایران به زندان افتاد این اسنادش رو به فلان آیدی منتقل کنه. ما برای راستی آزمایی هم وکلامون رو در داخل ایران داریم، چون اینا معمولا حکم و احضاری از دادگاه انقلاب میگیرن و ما میتونیم بلا فاصله و بلا درنگ راستی آزمایی کنیم که این افراد درست میگن یا نه. وقتی راستی آزمایی شد همه با هم بهشون کمک کنیم، یعنی اونها رو تنها نذارن. این تنها نذاشتن باعث میشه که تکثیر بشن و شجاعت تکثیر بشه، ریسک پذیری تکثیر بشه و مردم به میدون میان، بدونن اگر دارن میرن زندان یه عده‌ای هستن که برای این زندان رفتن اونها ارزش قائلن و این کار درست به اصولی است. یعنی باید بیایم یه ستادی داشته باشیم برای اطلاع رسانی به مردم و اینو تو همه رسانه ها هم پخش کنیم، مرتب زیرنویس کنن و مردم رو دعوت کنن که اسنادشون رو به اونجا ارسال کنن. این نظر من. بله، خب خیلی ممنون از این که این موضوع ستاد رو مطرح کردین و البته خب خیلی کار میبره و با افرادی مثل شما و دیگران میشه این برنامه رو پیاده کرد. ولی اشاره بکنم که اگر تعداد کسانی که میان به خیابون، ما صحبت از این کردیم که ما حدود 80 میلیون نفر ما جمعیت داریم، 10% میشه 8 میلیون، حالا بگیم 5 میلیون. اگه این 5 میلیون در داخل ایران بیان بیرون، این صحبتی بود که دفعه پیش هم کردیم، فکر نمی کنم جمهوری اسلامی بتونه این هیچ کاری بکنه. نمیتونه این 5 میلیون رو بگیره، نمیتونه زندانیشون بکنه، نمیتونه دستگیرشون بکنه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و اینها موندنشون تو خیابون مستلزم اینه که یکیشو بهشون غذا برسونه، یکی بهشون به حقوقشون آخر ماه بده. اون کسی که توی شرکت نفت یا گاز کار میکنه، کسی که در راننده هست، کسی که کارمند دولت هست، این بالاخره نیازی به این چه میدونم اون حداقل پولی که نیاز داره بعد بهش برسه.
امیدوارم که این موضوعی که گفتم، این موضوعی که شما مطرح کردین و من با کسان دیگر مطرح بکنم، یا اینکه قسمتهایی از کلیپ این قسمت رو ببرم با از آقای عرشوت که مهندس فرزاد خواهش بکنم این قسمت رو ببرن که ما بتونیم جداگانه پخشش هم بکنیم. ما فکر میکنم که به پایان زمانمون رسیدیم. فقط جمله آخر بگم، چند روز پیش صحبت از این بود که عراق میخواد که قرارداد گاز با قطر ببنده. اینا علتش در این آخر به این صورت بخوام بگم، میخوام بگم که تمام مطالبی که ما امروز مطرح کردیم که شاید میگفت 1/1000 از مطالبی که مسائلی است که مردم ایران باهاش روبرو هستند، نیاز هست که جمهوری اسلامی عوض بشه. جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست. این راجب گاز میخواستم بگم. الان اگر که عراق که گازشو بخواد از قطر بگیره و از جمهوری اسلامی نگیره، از ایران نگیره، خب این یک ضرری هست که به تمام ملت ما خواهد خورد. الان بازارهای نفتی که از ما گرفته شده، به روسیه داده شده بود و یا به عربستان سعودی داده شده بود، دیگه گرفتن اونا بسیار بسیار مشکله و مردم دارن به طرف انرژی غیر فسیلی دارن میرن. اینه که ما سرمایه‌ای که برای کشور ما مونده این نفت و گاز ما هست و اگه ما نتونیم ایرانمون رو بسازیم تا اون موقع که کشورها به اون به اصطلاح واقعیت برسن که دیگه نیازی ندارن به انرژی فسیلی، ما در حقیقت بیچاره خواهیم بود. ما الان تمام زندگی کشور ما روی این مسئله داریم چرخه. اگر مطلبی دارین راجع به موضوع بفرمایید که ما عرشبه که برنامه رو با این ببندیم. وقت کوتاه، فقط اینو خواستم عرض کنم که به هر حال اینا یه ناوگانی دارن به نام ناوگان اشباح که مطلبی هم دیدم در روزنامه های خارج از کشور در خصوصش آورده شده بود و اینها دارن نفت رو و گاز رو میفروشن، در واقع دارن تاراج میکنن کشور ما رو به نفع چین و چین با روسیه و همین رژیم در یه پروژه بزرگی که الان میشه اسمش رو گذاشت هنجار شکنی بین المللی مشارکت دارن. این رژیم هم قرار نقش بگیره در این راستا و خب وقت نیست، حالا انشالله در برنامه های آینده به مفصل در این باره صحبت کنیم. من تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. جناب نیکبخت، من از شما بسیار سپاسگزارم. چند دلیل، یکی این که اطلاعات شما بسیار مؤثر هست، درست هست و به دست اول هست که بینندگان ما داری میگین. دوم این که از شجاعت شما سپاسگزارم که با تمام مسائلی که گذروندین در عمرتون باز هم راحت نمیشینین و مسائل رو خیلی پوسکنده در اختیار مردم میذارین. امیدوارم که در برنامه های آینده به زودی بازم در خدمتون باشیم. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.